زخم تاریخی بر پیکر بیروت. یونسکو میگوید بیش از 640 بنای قدیمی به شدت آسیب دیده. گزارش اختصاصی بی بی سی فارسی از مرگ اتباع خارجی در ایران بر اثر کرونا. بیشتر جانباختگان افغان هستند. و ضربه بزرگ موجودی کوچک به صنعت گنجشگری ایران. مقام ها میگویند که کرونا 7000 میلیارد تومان خسارت زده. سلام، خوش آمدید به برنامه خبرنگاران این هفته. با گذشت بیش از 10 روز از انفجار بیروت، ابعاد حادثه هر روز بیشتر و بیشتر مشخص می شود. یونسکو می گوید بیش از 640 بنای تاریخی به شدت آسیب دیده و دست کم 60 تای آنها احتمالاً قابل مرمت نیست. خبرنگار ما نفیسه کوهنورد به محله‌ای رفته که بیشتر بناهای تاریخی در آن بود و با ساکنان محله صحبت کرده که می گویند این انفجار از تمام جنگ هایی که پشت سر گذاشتن تکان دهنده تر بوده. تن بیروت این روزها زخمی تر از همیشه است. انگار برای شهری که چندین جنگ را پشت سر گذاشته دیگر رمقی نمانده. انفجار مهیب بندر بیروت به بیش از 8000 بنا آسیب زده. در میان ویرانه ها ده ها اثر تاریخی که هویت شهر را می ساختند. ما به محله جمیزه آمده ایم. محله ای که تا پیش از انفجار پاتوق پیر و جوان بود و روز و شبش سرشار از زندگی. هر گوشه این محله به تنهایی نشان از خاطرات تک تک شده شهر دارد. با ما همراه شوید تا روایت اینجا را از زبان اهالیش بشنوید. تونی و دوستش موهایشان را در خیاطی محله سفید کرده اند که بیش از نیم قرن قدمت دارد. چوب این ویترین 60 سال همراه ما بود. شاید به نظر بقیه فقط یک تکه چوب بی‌ارزش باشه، اما وقتی کسی هر روز صبح و شب نگاهش کرده باشه بهش وابستگی پیدا میکنه. الان دارم میبینم که دارن دور میریزنش و احساس میکنم یکی رو از دست دادم. میدونم برات عجیبه، اما من حس میکنم انگار دارم عزیزی رو دفن میکنم. انفجار کام همه را اینجا تلخ کرده، اما خیلی ها آستین بالا زدند تا شاید میراث زخم خوردهشان را از مرگ حتمی نجات دهند. میراثی مثل این رستوران، لوشف یا سراشپز که حتی در زمان جنگ داخلی لبنان با غذاهای خانگی و سنتی خوشمزه لبنانی میزبان مشتریانش بود. این رستوران بخشی از هویت این محله است. خانواده‌ام 53 سال قبل این را انداختن. پدر و عمو هم همه اینجا کار کردن. در این سالها بارها اینجا صدمه دیده، اما حتی موقع جنگ داخلی مشتری از هر طرف دعوا قائمکی می اومدن اینجا غذا می خوردن. ما همه اون لحظه های بد رو شاهد بودیم و پشت سر گذاشتیم، اما این آخری بعد از کرونا و بحران اقتصادی اومد که کمرمون رو شکسته بود. ما دیگه نمیتونیم ادامه بدیم، دیگه نمیتونیم مقاومت کنیم. میبینین چی شده؟ همه محله نابود شده. واقعا هنوز نمیدونیم چی شده. از خدا ممنونیم، از مریم مقدس ممنونیم که کمک کرد من و کارکنانم زنده بمونیم. Continue. We can't resist. We can't. What happened? What happened? All the area, everything is down. Every where it's. I don't know what happened. I don't know what happened. I don't know. Yani, oh, thanks God. Thanks our Mary. She's helped me. I am alive and all the staff. بیشتر خانه ها و ساختمان های قدیمی بیروت در برابر چندین جنگ از جمله بیش از یک دهه جنگ داخلی و نبرد با سوریه و اسرائیل مقاومت کردند. اما بعضیشان این بار دیگر توان ایستادن ندارند.
یونسکو میگوید دست کم 60 بنای تاریخی بیروت با خطر ویرانی کامل مواجهند. این خانه حدود یک قرن پیش ساخته شده. نزدیکیش به محل انفجار به آن آسیبی جدی زده. اون لحظه خیلی وحشتناک بود. با کلمات نمیتونم توصیفش کنم. در یک لحظه پسر و خانواده‌ام جلوی چشمم اومدن و حس کردم دارم میمیرم. خون همه جا رو گرفته بود. این خونها رو پاک نمیکنم تا بفهمن چی به سرمون آوردن. واقعا کلمه ها یاری نمیکنه. این ساختمان تقریبا 95 سال عمر داره. انگلیسی ها زمان جنگ جهانی دوم ازش استفاده می کردن. یکی از قدیمی ترین و مهمترین معماری ها در محله بود. خیلی ساختمان قوی بود. اما دیگه نمی دونم آیا قابل زندگی هست یا نه. مهندس ها باید بیان و چک کنن. اما الان به نظر هر آن ممکنه فرو بریزه. و ما نمی دونیم سرنوشتمون چی میشه و چطور می خواهیم به زندگی ادامه بدیم. حالا ما معرف مکتیر وسیم احنا. ما اعتمادی به این دولت نداریم که بیاد بگه اینجا قابل زندگی هست یا نه، اما چاره ای جز صبر هم نداریم تا بیانو بررسی کنن. معلوم نیست کی میخواد اینجا رو ترمیم کنه، اگه قابل ترمیم باشه. من مثل اونایی که میگن این کشور قابل زندگی نیست و باید ترکش کنیم نیستم. این کشور ماست، هتل نیست. ما صاحب اینجاییم، ما صاحب این سرزمین و صاحب این دریاییم. چیزایی که میخوان ازمون بگیرن. ما اینجا میمونیم و این اون سردمداران بیکفایتن که باید لبنان رو ترک کنن. بعد این انفجار جوانهایی مثل من دیگه عقب نشینی نخواهند کرد. این ویرانی ما رو قوی تر میکنه. انشالله ما به خواستمون میرسیم و اون چه اتفاق افتاد مثل مشت آخر به صورت اونهایی خواهد بود که ما رو به این روز انداختن. بسیاری از ساکنان این محله از پیمانکارانی شکایت می کنند که از فردای روز انفجار دم در سبز شدند و از آنها خواستند تا خانه هایشان را بفروشند. حالا کسانی مثل ماریان و همکارانش که مهندس معماری هستند تلاش می کنند تا جای ممکن با فرصت طلبان مقابله کنند. وقتی این انفجار رخ داد میدونستیم که خیلی ها به فکر سودجویی از میراث تاریخی و خونه های قدیمی ما خواهند افتاد. دقیقا کاری که در زمان جنگ های دیگه در مرکز شهر کردن و بافت قدیمی اون رو از بین بردن. اونا میخوان همه ی خونه ها رو بکوبن و بیروت جدیدی بسازن که هیچ ربطی به خاطرات ما نداره. برای همین به عنوان مهندسای معمار و کسایی که مدت‌ها علیه فساد دولتی تظاهرات کردیم، تصمیم گرفتیم جلوشون بایستیم و خونه‌ها رو داوطلبانه بررسی کنیم و به صاحبانشون بگیم که میشه هنوز ساختمون‌ها رو نجات داد و هنوز میشه در اون زندگی کرد. از این طریق ما تلاش می‌کنیم که خاطرات و میراثمون رو حفظ کنیم. اونا نمیخوان ما این کارو بکنیم و همچنان پیمانکار میارن که به خواسته خودشون برسن و مردم رو مجبور به فروش و ترک محله کنن. اما دیگه اجازه نمیدیم این کشور رو ویرانتر از این بکنن. به حد کافی به همون ضربه زدن. دیگه کافیه. این روزها خشم را میشود در کوچه ها و خیابان های بیروت حس کرد. خستگی از ساختن دوباره و دوباره. بازسازی شهر میلیاردها دلار هزینه میبرد و سالها زمان میخواهد. اینجا خانه پدری نلیست که بیش از 60 سال در آن زندگی کردند. موقع انفجار بچه ها اینجا که اتاق تلویزیون و نشیمن تابستانی بود مشغول بازی بودند. نلی میگوید برای او و خانواده‌اش این انفجار از همه جنگ‌های گذشته تکان دهنده تر بوده. ما زمان جنگ داخلی همین خونه بودیم و جنگ‌های دیگه. 6 بار خونه ما بمباران و خمپاره باران شده و دوباره از اول ساختیم. این بار هفتمه که دیگه کامل آسیب دیده. این بار دیگه از درون ویرانی رو حس میکنیم، برای اینکه جنگ تموم شده بود و ما همه چی رو از صفر شروع کرده بودیم. این بار حس میکنیم همه خاطراتمون از بین رفت. همه خاطرات کودکیمون.
نسل ما همه جنگ ها رو در لبنان از سر گذروند. ما نمیخوایم نسل جدیدمون همونی رو تجربه کنه که ما کردیم. ما میخوایم اونها یه لبنان قشنگ و در صلح داشته باشن. لبنانی که ما عاشقشیم. خیلی ها مثل نلی نگرانند بیروتی که از ویرانه این انفجار بیرون بیاید دیگر شباهتی به بیروتی که میشناختند نداشته باشد. میترسم که بافت قدیم بیروت و بافت ساکنان اصلیش رو تغییر بدن و خانه های لبنانی رو از بین ببرن. میترسم بعضی از این ویرانه ها بهره ببرن و به جای خونه های ما ساختمان های بلند بی ربط در بیروت بسازن. اما اینی که الان میبینی بیروته، بیروتی که گریه میکنه، اما هنوز بیروته. این کشوری که ما دوستش داریم. من نمیخوام بیروت فقط در عکس ها بمونه. مرثیه بیروت مرثیه خاورمیانه است. خاورمیانه‌ای که بسیاری از آثار تاریخیش یا قربانی جنگ شدند و یا ناکارآمدی سردمدارانش. برای نگه داشتن آنچه بر جای مانده، این سرزمین نیاز به آرامش، ثبات و تدبیر دارد. هر سه آنچه در خاورمیانه نایاب است. نفیسه کوهنورد، بی بی سی، بیروت. اطلاعات درس کرده به بی بی سی نشان می‌دهد که در 5 ماه اول شیوع کرونا در ایران دست کم 2000 نفر از اتباع خارجی در این کشور جان باختند. این آمار حاکی از آن است که سهم شهروندان غیر ایرانی از مرگ‌های احتمالی کرونا در ایران 2 برابر سهمشان از کل جمعیت است. زیا شهریار در این گزارش نگاهی کرده به این اطلاعات و با شماری از شهروندان افغان در این مورد گفتگو کرده. تصویر روشن‌تر از قربانیان کرونا در میان اتباع خارجی در ایران، کشوری که پنهانکاری‌های پیهم دولت و کنترل شدید جریان اطلاع رسانی موجب شده به آمارهای رسمی قربانیان و مبتلایان کرونا اعتماد وجود نداشته باشد. حالا اطلاعات درس کرده از مبتلایان و درگذشتگان کرونا در ایران فاش می‌کند که تا پایان تیر ماه یا سرطان امسال نزدیک به 2000 نفر از اتباع خارجی در این کشور درگذشتند. مجموع درگذشتگان کرونا در ایران در این مدت 42,000 نفر بوده است. هرچند دقیقا نمیدانیم که این اتباع خارجی از چه کشورهایی هستند، اما به طور کلی شهروندان افغانستان بزرگترین گروه خارجی ها در ایران را تشکیل میدهند. مهمترین نکته این است که سهم افغان‌ها از مرگ‌های احتمالی کرونا در ایران 2 برابر سهمشان از کل جمعیت است. استان‌های تهران، خراسان رضوی، قم، اصفهان و سیستان و بلوچستان بیشترین آمار درگذشتگان افغان در 5 ماه گذشته را داشته است. ما تأکید می‌کنیم که فقط وجود سرویس مهم نیست. مهم اینه که در دسترس باشه و دو، آیا توان پرداخت یا گرفتن خدمات وجود داره؟ ما میدانیم که بیشتر تست های تشخیصی و درمان در ایران رایگان نیست نسبت به کووید 19. چه انتظاری هست که مهاجر محترم افغان از کشور خودش آمده با کمترین درآمد داره زندگی میکنه از کجا میخواد بیاد پول آزمایش بده یا اینکه پول دارو بده؟ پس همین ها باعث میشه که خدمات با وصف این که وجود داره ولی توزیعش عادلانه و یکسان نیست و شاید به این دلیله که ما در بین مهاجرانی که از افغانستان آمدن مرگ و میر بیشتری داریم، چون نشان میده که دیر مراجعه کردن و جاهایی مراجعه کردن شاید امکان تخصصی لازم رو نداشتن. کسایی که از ایران وارد افغانستان میشیم تا 15 روز با کسی دست کمتر از 1 ماه پس از تایید رسمی نخستین مورد کرونا در 30 بهمن یا دلو 98 در قم، صف افغانهای بازگشت کننده در مرز دو کشور طولانی شد. اداره محلی هرات در 26 اسفند یا حوت 98 اعلام کرد که در 24 روز نزدیک به 70,000 افغان از ایران بازگشتند. این افغان ها چرا یک بار از ایران پا به فرار گذاشتند؟ به خاطر کرونا اومدیم تهران، ما مریض میشدیم دوای ما نمیشد، خب به خاطر این اومدیم افغانستان. اگه مریض میشد میوردی زیر خاک میکردی جای گمت میکردی. با
کرونا میریم اونجا میگم کرونا گرفته شما در کسی اطفال درمان نمیکنه. ما ترسیدیم و قسم بیمادیم. تر را با ما غذای دادن که با خدا به پیش حیوانات که نمیخورد. ما مجبور به میخوردیم. 500 تومن فقط کرای اتوبوس میگه تا به مرز میاریم. 100 تومن شهردار میگیره برای چی میگیره؟ این همه درد و غمه. کرونا بدتر نه. در اولین هفته های شیوع کرونا در ایران داستان‌های از برخوردهای تبعیض‌آمیز با مهاجران افغانی که مشکوک به ابتلا به کرونا بودند منتشر شد. ما یک پسر بچه کاکا داشتیم که هفته گذشته متاسفانه حالش خراب شد. هر چی آوردیم دکتر چون بنده خدا بی مدرک بود قاچاقی زندگی میکرد آوردیم ایشی بیمارستان اول قبول نمیکرد با 100,000 مکافات قبول کرد پذیرش کرد بردن داخل بخش تشخیص دادن گفت کرونا گرفته هی به ما دیروز زنگ می‌زدن که بیمار شما حالش خوب شد بیایید ترخیص کنید بیایید ببرید خب ما از خودش می‌پرسیدیم که پای تلفن که حال خوب شده میگفت نه بابا حال من خوب نیست اصلا خوب نیست من تا اینا هیچ رسیدگی نمی‌کنه خب اینو به ما گفت که بیایید مرخص کنید خب ما که آمدیم مرخصش کنیم الان پذیرش ما میگه بیمار شما فوت شد ما میخوایم بدونم که این اگر حالش خوب بود خب چطور فوت شد شما که بسیار اصرار میکردی بسیار کوشش میکردی که بیا ترخیصش کن چرا؟ چون اگر افغانی بیکار بود مگر افغانی بیکار انسان نیست شما که خود مسلمان و مذهب خود بهترین مذهب دنیا میدونی خب این چه قسم است؟ چه وضعش است؟ البته این تجربه اکثریت افغانهای مبتلا به کرونا در ایران نیست در حالی که دولت ایران آمار رسمی ابتلای اتباع خارجی را منتشر نمی کند، اطلاعات درس کرده به بی بی سی نشان می دهد که این رقم تا پایان تیر ماه حدود 18,000 نفر بوده است. بر اساس این اطلاعات، مجموع موارد ابتلا به کرونا در ایران در این مدت 450,000 نفر بوده است. یعقوب یسنا نویسنده افغان و خانمش اورانوس از اولین افغانهای مقیم ایران بودند که با کرونا مبتلا شدند و چند روز بعد از رسانه‌ای شدن این خبر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از طریق ویدیو کنفرانس با آقای یسنا در شفاخانه صحبت کرد. من خوشحالم که حال جناب عالی بهتر هست انشاءالله به زودی شفای کامل پیدا بکنید از اینکه می‌بینیم همه در کنار هم هستیم و در این بیمارستان ایرانی و افغانی در کنار یکدیگرند و همونطور که شاعر بزرگ ما گفت بنی آدم اعضای یک پیکرند. از آقای یسنا در مورد تجربه درمان بیماریش در ایران پرسیدم. وضعیت بدتر میشد هر روز. با دانشگاه تماس گرفتم. دانشگاهی که من تحصیل میکنم دوره دکتری را سپری میکنم. بعد اینا اما انگی کردند و به بیمارستان تماس گرفتند و یعنی رسمی تر فرستادند وقتی که رسمی فرستاده شدیم بیمارستان ما را معاینه کردند و پذیرفتند و من و همسرم بستری شدیم اما نظام بهداشتی ایران از نظر قانونی و عملی تا چه حد برای افغانها قابل دسترس است؟ از لحاظ شبکه‌های بهداشتی درمانی ببینید ایران یکی از واقعا افتخاراتی که وجود داره و در کنار این افتخار یک تأسف داره اینه که افتخارش اینه که از لحاظ زیرساختا تمام روستاهای ایران خانه بهداشت دارن شهرها مراکز بهداشتی شهری روستایی دارن و در این ساختار بهداشتی هیچ گونه قانونی یا تبعیضی نیست که بپرسن از فرد تو اهل کجایی یا چه ملیتی داری یا چه نژادی زبانی داری و باید خدمات ارائه بدن بنا به سرشماری سال 1395 مرکز آمار ایران حدود 2% جمعیت ایران شهروندان افغانستان هستند. منابع در سفارت افغانستان در ایران میگویند با وجود تلاش ها دولت ایران همچنان در ارائه آمار ابتلای افغان ها به کرونا در این کشور همکاری نمی کند. ضیا شهریار بی بی سی
صنعت گردشگری ایران مانند بسیاری از کشورهای دیگر تحت تاثیر شیوع کرونا و قرنطینه قرار گرفته. مقام‌های مسئول می‌گویند خسارت ناشی از کرونا به این صنعت 7000 میلیارد تومان بوده و موجب بیکاری بسیاری از شاغلان در این صنعت شده. وزارت صنعت، معدن و تجارت هم بخش‌های مرتبط با گردشگری را از جمله مشاغلی تشخیص داده که بیشترین آسیب را از کرونا دیدند. با این حال فعالان این صنعت از دولت انتقاد می‌کنند که به وضع کار و معیشت آنها بی‌توجه است. جزئیات بیشتر از فرین عاصمی. سلام، این گزارش رو از جزیره کیس میگیرم، تهیه میکنم برای شبکه بی بی سی. همینطور که مشاهده میکنید اینجا ساحل جزیره زیبای کیش هستش و بسیار بسیار خلوته. ضربه سنگین کرونا به پیکر نحیف گردشگری ایران. صنعت توریسم ایران هم مثل کشورهای دیگر از شیوع کرونا و قرنطینه ضربه خورده. مقام‌های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی میزان خسارت ناشی از کرونا به این صنعت را 7000 میلیارد تومان برآورد کردند. جمشید حمزه‌زاده، رئیس جامعه هتلداران ایران هم گفته از اسفند تا پایان خرداد هتل‌ها 6000 میلیارد تومان از شیوع کرونا خسارت دیدند. بعضی هتل‌ها برای جلب مشتری کارهای مختلفی می‌کنند، از جمله این کار، ولی باز هم کسی اقبال زیادی به سفر و اقامت در هتل نشان نمی‌دهد. خوب داشت کار پیش می رفت تا اینکه کرونا اومد و همه چی تعطیل شد. یعنی در پیک درآمدی که میتونست ایجاد بشه که از ابتدای ماه اسفند بود، چون تاریخ گردشگری برای جزیره دقیقا از اسفند تا آخر فروردین هست. من شغلمو مجبور شدم الان عوض کنم چون نمیشه ادامه داد. یک شبه همش از بین رفت، تمام سرمایه و تمام انگیزه. سارا میگوید دولت به او و دیگر دست‌اندرکاران صنعت توریسم در جزیره هرمز کمکی نکرده. همش حالت حرف دیگه، چون من خودم کاملا پیگیر این داستانا بودم. نه حمایت خاصی واقعا، اصلا خاص که نه، عامم واقعا نه، اصلا تعریفی نشد که یعنی شما الان میراث فرهنگی هم برید تهش میگه که برو وام بگیر. این هم گفته های کامیار اسکندریون، دبیر جامعه هتلداران ایران. برگزاری جلسات متعدد با مقامات دولتی، از وزیر و معاون گردشگری، نمایندگان مجلس و شخص رئیس جمهور هیچ نتیجه‌ای برای هتل‌ها نداشته است. حمایت دولت و مقامات از صنعت گردشگری و هتلداری و فعالان این حوزه تنها در سطح شعار است و در عمل هیچ خبری نیست. وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایران اواسط اردیبهشت ماه اعلام کرد با شیوع کرونا نزدیک به 13000 راهنمای گردشگری در ایران شغل خود را از دست دادند. دفاتر خدمات مسافرتی هم از دیگر شاخه های صنعت گردشگری ایران هستند که ضرر دیدند. حدود 2000 میلیارد ضرر زیان دفاتر ما تو این مدت کرونایی بوده. حالا کرونا آسیب زیادی به ما زد، اما به نظر من میاد که خودم خوشبینانش اینه که صنعت گردشگری اولویت اول حتی حاکمیت ما قرار میگیره. امیدوارم این که اتفاقات خوبی بیفته و اجازه بدهند ما کارمون انجام بدیم. بعضی از دفاتر خدمات مسافرتی در ایران به دلیل مشکلات مالی بعد از قرنطینه برای همیشه تعطیل شدند. از سمت دولت هیچ گونه حمایتی از دفاتر مسافرتی نشد، علی‌رغم تمام تلاش‌های ریاست انجمن صنفی دفاتر و دیگر دوستان دلسوز در صنعت گردشگری. اوایل سال به ما اعلام شد که تسهیلات بانکی با نرخ سود 12% به دفاتر اعطا خواهد شد، مشروط بر اینکه هیچ کدوم از پرسنل خودشون رو تعدیل نکنن. خب دفتری که درآمدش به صفر رسیده چطوری میتونه پرسنل خودش رو تعدیل نکنه و طی ماه‌های گذشته با توجه به اینکه درآمدی نداره حقوق و حق بیمه پرداخت کنه که در نهایت بخواد تسهیلاتی رو دریافت کنه که قبل از دریافت اون مبلغ رقم بسیار سنگین‌تری رو به عنوان حقوق و حق بیمه پرداخت کرده و حالا باید بیاد شروع به باز پرداخت وام با سود 12% بکنه. این تسهیلات جز این که دفاتر رو بدهکارتر بکنه واقعا هیچ گونه کمکی به ما نبود و از سمت دفاتر هم مورد استقبال قرار نگرفت. اما آیا صنعت گردشگری ایران با همه مشکلات سرپا خواهد شد؟ اتفاقی که در گردشگری ایران افتاده متاسفانه فقط کرونا نیست، بلکه از خیلی قبل‌تر با توجه به افزایش بی‌رویه نرخ ارز این سند روزای بسیار سختی رو می‌گذرونه. میشه گفت این اتفاق اخیر در واقع تیر خلاص به گردشگری ایران.
ولی تیموری معاون گردشگری ایران از تهیه بسته حمایتی مخصوص گردشگری خبر داده. با توجه به اینکه ارائه خدمات حوزه گردشگری با دیگر حوزه‌ها متفاوت است و فرصت ذخیره خدمات در این حوزه ندارد، این قر را از ریاست جمهوری گرفته ایم که بسته مخصوص حمایتی گردشگری در اختیار فعالان این حوزه قرار بگیرد. ایران به دلیل کمبود امکانات و سرمایه گذاری برای جذب گردشگر، حجاب اجباری و محدودیت نوشیدن الکل از مقاصد امن برای گردشگران به حساب نمی آید. بابا من میگم شاید یه نفرم زنده مونده باشه. ساقط کردن هواپیمای مسافربری اوکراین با 176 سرنشین توسط موشک سپاه هم باعث شد بسیاری از کشورهای غربی شهروندانشان را از سفر به ایران منع کنند. در ردبندی امن‌ترین کشورهای جهان در سال 2020 که توسط انستیتوی اقتصاد و صلح انجام می شود، ایران از نظر امنیت در رتبه 142 است. حالا کرونا هم مزیدی بر علت شده و نفس گردشگری ایران را به شدت به شماره انداخته. به نظر می رسد بدون کمک دولت که زیاد هم به آن امیدی نیست، این صنعت به این زودی ها از ضربه کرونا کمر راست نخواهد کرد. فرین آسمی، بی بی سی. هر هفته همین ساعت میتونید بیننده گزارش هایی باشید که در این برنامه انتخاب شده. برنامه خبرنگاران تا یک هفته روی وبسایت ما به نشانی bbcpersian.com و همینطور روی صفحه یوتیوب bbcpersian قابل دسترسیه. تا برنامه بعد، بدرود.